مخاطبین نهایت عزیز صفحه شما فیسبوک، سلام به شما، وقتتان بخیر. ساعت 12:18 به وقت افغانستان است و ما امروز در فیسبوک لایف آمدیم تا دقایق پیرامون برنامه خانوادگی نیمه روز به شما معلومات ارائه کنیم. با امید از اینکه شما هم جور و صحت باشین، نظریاتتان با ما شریک بسازین. من تنها نیستم، گیتا جان هم هستن و سلام بر گیتا عزیز. هم سلام سمیتا، چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر خوب. میگذره، کمی در بندی ها بند مانده بودیم، مگر قرار بود ساعت 11 باید با بیننده های برنامه لایف میشدیم، اما خب افغانستان مخصوصا کابل رابندی خیلی زیاد از نام ترافیکی ازدهام و مشکلات هست و اجازه داره که ما هم سلام تقدیم کنیم خدمت هموطنان ما که از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک بیننده ما هستن. خدا کنه که شما در کدام رابندی نباشین و بتونین راحت تر خوب تر یعنی برنامه ما را از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک ببینین. و البته معلومات که میخوایم قرار است برای شما عزیزان بگویم در رابطه با برنامه نیمه روز که ساعت 2 بعد از ظهر تا رأس ساعت 4 تقدیم شما عزیزان میکنیم، با داشتهای خوبی که میتوشته باشیم همه روزه و همچنان مهمانای خیلی خوبی که دعوت میکنیم و صحبت میداشته باشیم با مهمانای ما. و شما عزیزان هم میتونین در رابطه با موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم همه روزه در برنامه ما اگر خواسته باشین باز کدام سوال داشته باشین از مهمان ما، سوالاتتون رو مطرح بسازین. و همچنان موضوعی که ما در صفحه فیسبوک یک روز قبل‌تر البته میگذاریم، باز شما عزیزان میتونین پیامایتون رو بر ما بفرستین. و همچنان اگر کدام برنامه را از پیش شما میمونه و شما میتونین ببینین، باز میتونین از طریق یوتیوب برنامه یعنی شما ببینین، بیننده برنامه ما باشین. و البته یوتیوب صفحه یوتیوب برنامه، البته یوتیوب شبکه جهانی تلویزیون آریانا، شما لینک تمام برنامه ما را از طریق یوتیوب هم میتونین که ببینین و برنامه هایی را که از دستان میره و از طریق تلویزیون دیده نمیتونین، میتونین که یوتیوب دنبال کنین، سابسکرایب کنین و به این ترتیب بیننده برنامه های خوب و جذاب شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا و مخصوصا برنامه خود ما باشین. اول از خود ما بعد از پیام های زیادی هم از مخاطبین صفحه فیسبوک برنامه دریافت کردیم که چندانش به خانش میگیریم و تشکر میکنم از اینکه با ما همراه و همکلام هستن. پیام های زیادی هست، اولین پیام ما توپیان گفتن سلام، بیننده بعدی محبیب جان هم گفتن اوکی تشکر شکر از شما. افغان تاشون هم سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما محمدی هم گفتن سلام از یونان، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما هم گفتن سلام، روزتان بخیر. سید مسلم جان هم سلام تقدیم کردن و همچنان بیننده بعدی ما گفتن سلام و عرض ادب به شما. عبدالجلال خلیلی هم سلام تقدیم کردن. داود نورزایی هم گفت سلام، روزتان بخیر از آلمان، تشکر، زنده باشین، وقت خوش داشته باشین. و همچنان بیننده بعدی ما از عربستان سعودی سلام تقدیم کردن و بیننده بعدی هم سلام علیکم از ولایت خوست، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما هم نجیب جان گفتن که سلام، روزتان بخیر، تشکر، روز شما هم بخیر. بیننده بعدی ما هم محمدی گفتن سلام، خدا کند که داره صحت کامل باشید. محمد رضوان هستم از میربچه کود کابل، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما هم گفتن سلام علیکم، سید عالم هستم از عربستان سعودی، تشکر، زنده باشین. و همچنان بیننده بعدی ما گفتن سلام علیکم، صبح بخیر از کشور جمهوری مصر، تشکر. و مرسل ناز هم گفتن سلام بر دو خواهر عزیز. البته اونجا صبح بوده که صبح بخیر گفتن، خب اینجا چاشت است دیگه. بله اینجا چاشت است و باید بگیم چاشتتان بخیر که بیننده ما هستن، تشکر. با ما چاشت بخیر، بله با شما صبحتان بخیر. اگر کسانی که فعلا ما بیننده هستن شاید در بعضی از کشورها حال صبح باشه و باید بر شما بگیم صبحتان بخیر. و همچنان سمیتا جان پیامای زیادی را ما دریافت کردیم از دوستای ما که تشکر میکنم از تمامشونی که همیشه زحمت میکشن و بر ما پیام میفرستن. جا داره کمیل مخاطبینی که در صفحه فیسبوک با ما همراه هستن، اونا رو دعوت کنیم که بیننده برنامه نیمه روز همه روزه از ساعت 2 تا 4 به استثنای روزهای جمعه با ما باشن. و همچنان ما همیشه در برنامه نیمه روز از ساعت 3 تا 3:30 فیسبوک لایو داریم و شما میتونید مطابق با موضوعی که انتخاب میکنید در صفحه فیسبوک و برنامه نظریاتتون با ما شریک بسازید. ما در برنامه نیمه روز محتویات و موضوعات خیلی جالب و جذابی را از شنبه تا پنج شنبه انتخاب میکنیم، موضوعات خانوادگی، مشکلات ازدواج، مشکلات حقوقی، بیکاری، یعنی تمام موضوعاتی که مرتبط با زندگی خانوادگی شما عزیزان است ما در برنامه داریم و نظریات شما را در رابطه با و پیرامون از اونا جویا میشیم. پس شما هم میتونید بیننده برنامه باشین، همچنان بخش های خیلی مفید و معلوماتی که همه میتونه براتون کمک کنه. اما اگر نمیتونید که از طریق صفحه از طریق برنامه ما لایو ببینید، باز هم سراغ
فیسبوک و همچنین سراغ چینل یوتیوب برنامه ما برین و برنامه ما را از طریق و یا از این مجراها بیننده و مخاطب باشه. بله سیمتا جان، بعضی ها اونقدر علاقمند هستن از بخشایی که ما تقدیمشان میکنیم، خب شاید دوست داشته باشن بارها یعنی اون بخش بیننده باشن، بخصوص البته بخش تدبیر منزل بخش تدبیر منزل و همچنین بخش فیشن که زیاد بانوان علاقمند هستن. باز اگر خواسته باشین در برنامه چون نشر میشه و اگر شما نتونستین درست یاد بگیرین اون بخش رو، باز میتونین از طریق فیسبوک یا هم از طریق صفحه یوتیوب ما حتما این بخش ها را دوباره تکرار کنین و ببینین تا بتونین یگان چیز زیاد بگیرین. و باز هم میگیم اگر شما عزیزان علاقمند بودین به اینکه به برنامه ما بیاین و صحبت داشته باشین با بیننده های عزیز، باز میتونین مشخصاتتون رو بر ما بفرستین و ما هم کوشش میکنیم در طول این یک هفته که ما در خدمت عزیزان هستیم حتما یک روز شما عزیزان رو دعوت بکنیم و در رابطه با موضوعی که خودتون دوست دارین صحبت داشته باشین با بیننده های عزیز. بله ما که میگذرین نامتون و این که از کجا امیل از مخاطب ما هستین بنویسین تا که ما بدانیم که کی است و از کجا و چی میکنن. بیننده بعدی ما گفتن سلام روزتون بخیر از تخار و همچنان هارون جان گفتن سلام. بیننده بعدی ما گفتن سلام به شما. نوید گل هستم از ولایت کابل، تشکر. نوید جان سلام، ما هم پذیرش. بیننده بعدی ما گفتن سلام از ایران به هر دوی تان، تشکر، زنده باشین. سید حکیمی هم گفتن که سلام تقدیم کردن. همچنان بیننده بعدی ما گفتن سلام خدمتتان، روح الله منگل از ترکیه، روزتان بخیر، روز شما هم بخیر. بیننده بعدی ما گفتن سلام آصف از آلمان، آصف از آلمان ما پیام گذاشتن، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما گفتن سلام روزتان بخیر از آلمان، تشکر، زنده باشین. آزاد هم گفت سلام خدمت شما از آمریکا، تشکر از اینکه از دیار دور بیننده برنامه نیمه روز هستین. بیننده بعدی ما گفتن سلام های گرم و گرم افغانی از شهر بارانی لندن به شما تقدیم می نماییم، زنده باشین، تشکر. و گفته بیروبار و ترافیک در شهر لندن هم کم کم هست و بعضی وقتا در همه جا می باشه. به هر صورت بیننده بعدی ما گفتن سلام به هر دوی گل از گلستان وطن از ترکیه، تشکر، زنده باشین، روز شما هم بخیر. بیننده بعدی ما هم زهین جان گفتن سلام روزتان بخیر. حاجی ثناءالله امینی هم گفتن سلام عزیزانم روزتان بخیر، زنده باشین. بیننده بعدی ما هم گفتن سلام به شما، روز بخیر از ترکیه. باز هم آرون جان از ولایت هرات سلام تقدیم کردن. احمد فواد گهدامنی هم سلام از کابل زیبا، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما گفتن سلام عرض ادب خدمت شما، روز شما بخیر. یحیی از کابل، یحیی جان تشکر از شما هم. بیننده بعدی ما هم سلام تقدیم کردن، گفتن سلام تواب نوری هستم از چراهی فنبر کابل، روز شما بخیر، تشکر، زنده باشین. که از کابل هم بیننده هستین. بیننده بعدی ما گفتن سلام صبح شما بخیر از آلمان هامبورگ، تشکر، زنده باشی برادر عزیز. محمدی هستن. البته بیننده بعدی گفته سلام، احمد یما هستم از کالیفرنیا، سلام تقدیم میکنم به شما، تشکر. به یما جان هم سلام های گرم سیمانی خود تقدیم میکنیم، آرزو میکنیم که صحتمند باشن و عافیتمند باشن با تمام دوستان و اعضای خانواده خود. بیننده بعدی ما گفتن سلام و احترام و تقدیم دو تا شما، همیشه خوش خندان باشین. اکبر هستم از کندز، تشکر اکبر جان، سلام ما رو هم پذیرا شوین. کتاب متیسیس پیام های بیننده رو خوانده میرم چون همه مخاطب هستن، به خاطر که باز دوستا گله نکنن که پیام ما خوانده نشه تا حد امکانش که باشه ما کوشش میکنیم پیام شما ایزان به خانش بگیرید. بس ما هم وقت زیاد نمیگیریم. خوب است خود پیام زگریا جان هم سلام تقدیم کردن به برنامه و همچنان حزب الله بگرام هم تشکر کرده از برنامه ما. کریمه های هم سلام تقدیم کردن به برنامه و گفتن تشکر از برنامه شما. و بیننده بعدی ما گفتن بله اینجا صبح از خیچاش، تو شما بخیر، امید که یک روز خوب و خوش آغاز کرده باشه. این گیرا جان بخود چش بخری هم داد، زنده باشن، صبح خودشون هم بخیر، زنده باشن. بیننده از بیننده بعدی ما گفتن خوب هستین، تشکر. قیومی هم سلام فرستاده. ذکر الله حقجو هم گفت سلام، چشتان بخیر به هر دو عزیز، اگر دنده موفق، تشکر، موفقیت از آن شما هم باشد. بیننده بعدی ما باز هم سلام گفت چشت شما بخیر از قطر، تشکر. البته برادر ما سید حکیمی هستن. بیننده بعدی گفت سلام صبح بخیر افغانستان، سید اکرم از کشور سوئیس، ساعت اینجا 9 صبح است، چقدر خوب تفاوت ساعت دیدی کی تو چقدر متوجه شدی. بله. صبح شما هم بخیر، صبح زیبا والی داشته باشین و همیشه خوش سرال باشین. بیننده بعدی گفت سلام آباد افغانستان وطن، تشکر، زنده باشین. سید مفتون حسینی هم گفته بهتر بکنید، وقت بخیر. آر میگیم وقت بخیر، لحظاتتان بخیر و همین لحظه که با ما هستین برتان خوش و خوب بگذرد. بیننده بعدی ما گفته سلام، بیننده بعدی ما گفتن سلام برای شما چوش بخیر، ولی برای من عصر از استرالیا هستم. خب به شما عصر بخیر، به ما چوش بخیر، کسایی که بیننده برنامه ما در امریکا هستن شام بخیر، خب از همیتان لحظات اوقات خوب بخیر. خب بیننده بعدی ما سبقت الله تنها هم سلام تقدیم کرده. رحیم الله رحیمی هم گفتن سلام، خوبین، چطور هستین، تشکر، ما خوب هستین تا فعلا، خدا کنه که شما هم خوب باشین. و بیننده بعدی ما گفتن من نیستم، خوش شکر که شما
هستین، اما شما گفتین که من نیستم. بیننده بعد ما گفت سلام، شام شما بخیر، امید سربلند باشه از آمریکا سلام تقدیم میکنم. شام شما بخیر. بیننده بعد ما گفت سلام، روز شما بخیر، من از آلمان با شما پیام گذاشتم، تشکر. و آخرین پیام سلام گفت علیکم، ذاکر هستم. و پیام های زیاد دریافت کردیم. بیننده بعدی ما گفت در افغانستان چرا زندگی هستید؟ خب در افغانستان چرا زندگی هستیم؟ خب هستیم دیگه، زندگی میکنیم، بالاخره وطن ماست، باید در وطن خود زندگی کنیم. احسان الله کندوزی هم سلام تقدیم کردن. پیام های زیادی در برنامه دریافت کردیم که متاسفانه وقت یاری نمیکنه که تمام این پیام ها را ما به خانش بگیریم، اگر چی من امروز زیاد گپ زدم و گیتا جونم تارم شده بود چون ما باید پیام ها را میخواندیم، اما منتظر پیام های شما هستیم. ما باز هم راست ساعت 3:30 دقیقه به وقت افغانستان در فیسبوک لایو میشیم، در جریان برنامه نیمه روز شما میتونید نظریاتتون با ما شریک بسازید. تشکر از همه شما عزیزانی که در سراسر دنیا بیننده برنامه نیمه روز هستید.